بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی، تنها شغلی که پیدا کردم فروشنده شیفت شب در یک فروشگاه 24 ساعته بود. و البته همزمان با ماشین صاحب فروشگاه راننده اوبر هم بودم. اما فقط برخی از شبها مسافر داشتم. یک شب حوالی ساعت 12 یک مشتری داشتم که بعد از مدت کوتاهی رفت. پس از آن در حال تماشای یک ویدیوی انیمیشنی بودم که ناگهان یک مسافر اوبر دریافت کردم. کمی گیج کننده بود، زیرا مقصد او قلعه باستانی شهر بود. البته گیج کننده به این دلیل که این قلعه برای قرنها متروکه بود. به هر حال من سریع به راه افتادم. با اینکه تابستان بود اما همه جا را مه گرفته بود و من به سختی می توانستم ببینم. بعد از چند دقیقه به آدرس رسیدم. دختری زیبا بیرون از خانه منتظر بود. او سوار شد و من به سرعت به سمت مقصد حرکت کردم. وقتی نزدیک قلعه رسیدم گفت: میشه همینجا منتظرم بمونی؟ من تا یه ساعت دیگه برمیگردم. طولی نکشید که چشمانم خواب‌آلود شد. فکر کنم کمی چرت زدم تا اینکه با صدای در از خواب بیدار شدم. سوار ماشین شد و من به سرعت به سمت آدرسش حرکت کردم. چند شب گذشت و دوباره نوبت من شد که کار کنم. آن شب دوتا از دوستانم، نانسی و جیمی، به دیدن من آمده بودند. من داستانی را که با آن زن مرموز داشتم برایشان تعریف کردم. به نظر من رفتن به اون قلعه اون هم ساعت 12 شب اصلا طبیعی نیست. خب شاید اون یه روح بوده. داشتیم میخندیدیم که ناگهان بچه ها فکر کنم یک مسافر دارم. آه خدای من، نه، این همون آدرس و همون اسمه. به نظرتون بگیرمش؟ آره بابا نگران نباش، هم خنده داره هم فانه. با اینکه ترسیده بودم مسافر را پذیرفتم و به سمت آدرس حرکت کردم. او را سوار کردم و به سمت قلعه حرکت کردیم. این بار ترسیدم و بیرون ماشین منتظر ماندم تا او برگشت. وقتی برگشت سریع او را به خانه‌اش بردم و فوراً آنجا را ترک کردم. روز بعد به رستورانی رفتم که نانسی در آنجا کار می‌کرد و ماجرا را برای او تعریف کردم. نانسی بعد از شنیدن اینکه دوباره ساعت 12 شب او را به همان قلعه بردم به فکر افتاد. به نظرم دفعه بعد که تماس گرفت دنبالش برو ببین اونجا چی کار میکنه. راستش فکر بدی نبود. کنجکاوی مرا دیوانه کرده بود. بنابراین تصمیم گرفتم دفعه بعد او را دنبال کنم. بله این اتفاق افتاد و او دوباره در ساعت 12 شب اوبر درخواست کرد و من راننده او بودم. هیجان زده و البته مضطرب او را سوار کردم و به سمت مقصدی که همان قلعه اسرارآمیز بود حرکت کردم.
من تا یه ساعت دیگه برمیگردم. صبر کردم تا رفت داخل، سپس دنبالش رفتم. همه جا تاریک بود و هیچ کسی دیده نمی شد. اما در انتهای سالن یک در سنگی وجود داشت. آهسته آهسته به سمت در رفتم و در را باز کردم. آهسته وارد شدم. مشعلی روی دیوار وجود داشت که داخل را روشن می کرد. هیچ صدایی شنیده نمی شد. ترسیده بودم، اما آهسته آهسته جلو رفتم تا اینکه سریع آنجا را ترک کردم و به خانه رفتم. بعد از آن از کار کردن در آن مغازه دست کشیدم و شروع به تدریس خصوصی ریاضیات کردم. یک ماه از آن ماجرا گذشته بود. یکی از شاگردانم پیام داد که نمیتواند سر وقت بیاید، بنابراین ممکن است کمی دیر بیاید. اما ساعتها گذشت و او نیامد. مشغول تماشای فیلم شدم. ساعت نزدیک به 11:30 بود که بله، کی اونجاست؟ آهای، کی اونجاست؟ آهای،